25 مرداد ماه 1403 خورشیدی که برابر است با 15 ماه اوت یا آگست 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی پارس توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو از برنامه خبرها و نظرها از تلویزیون جهانی پارس بپذیرید. امروز در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ خواهم بود بعد از مقدمه کوتاه، و بعد در مورد مسائل مختلف روز با ایشون گفتگو خواهم کرد. در امریکا مبارزات انتخاباتی با نزدیک شدن به روز نهایی انتخابات داغتر و داغتر میشه. فاصله بین طرفداران آقای ترامپ جمهوری خواهان و دموکرات ها، یعنی آقای ترامپ و خانم کاملا هریس، داره کم و کمتر میشه و آخرین نظرخواهی هایی که شده حتی با رسانه های طرفدار و طرف آخر قرص آقای ترامپ نشون میده که اگر امروز انتخابات صورت بگیره، کاملا هریس با 1% پیشتر از آقای ترامپ خواهد بود. البته تا آخرین لحظه و آنچه که اتفاق خواهد افتاد و نمیشه پیش بینی کرد، هر گونه پیش بینی قاطعانه اشتباهه و بارها ما شاهد یک چنین شرایطی بودیم و در آینده هم خواهیم بود. در مورد آنچه در نوار غزه میگذره، آخرین آماری که امروز وزارت به اصطلاح بهداشت یا بهداری غزه انتشار داد، تعداد قربانیان نوار غزه تا این لحظه به 40,000 نفر رسیده و واقعا شرایط دردناکی اونجا هست و تلاش همگانی کشورهای اروپایی و امریکایی و امریکا و عرض کنم حضورتون قطر و مصر تا اینجا مثل این که به نتیجه نرسیده. امیدی هست که با آخرین صحبتی که رهبر امروز، یعنی بعد از کشته شدن هنیه، امروز رهبر بدون چون و چرای حماس هست، یعنی آقای سنوار و مخفی هست، و فشارهای زیادی که روی نتانیاهو آمده برای آزاد شدن بیش از 100 نفر گروگانی که در اسارت حماس هستند، بارقه ای از امید به وجود آمده که شاید این آتش بس شروع بشه و مردم نوار غزه، بیش از 2.5 میلیون نفر که گفته میشه بیش از 80 یا 90% جابجا شدن، از محل هایی که بودن گریختن، خونه های خودشون رو ترک کردن و تخریبی که بمبارون های بیامان اسرائیل کرده در اون منطقه، واقعا دیگه آجر روی آجر بند نیست در اون منطقه. مسئله دیگه جمهوری اسلامی هست و تهدیدایی که کرد بعد از کشته شدن هنیه و اینکه باعث شد امریکا چند کشتی هواپیما بر و حتی زیر دریایی رو به منطقه بفرسته، تا امروز و تا این لحظه خبری نشده از عکس العملی که خامنه ای
به اصطلاح عنوان کرد و تهدید کرد و گفت که این رو ما بی جواب نمیگذاریم و اسرائیل رو ادب خواهیم کرد. و از همین صحبت هایی که سالیان سال کرده و دو دوز بازی هایی رو که شاهد هستیم طی سالیان انجام داده. اینها بیشتر مسائلی است که در رسانه های فراگیر امریکا و جهان مطرحه. مراسم المپیک در فرانسه به پایان رسید دو روز قبل و فوق‌العاده زیبا بود مراسم اختتامیه و حالا قرار هست که ما در لس آنجلس در 2028 بنده اگر عمری باقی باشه و زنده باشم اینجا این المپیک صورت بگیره که خب اون پرچم المپیک رو باز با یک برنامه‌ریزی خیلی زیبا یکی از هنرپیشگان معروف امریکایی از دست به اصطلاح شهردار لس آنجلس که شهردار پاریس داده بود به دست شهردار لس آنجلس خانم بس بعد سوار موتورسیکلت شد و رفت توی هواپیما و بعد آورد و رسون به لس آنجلس. اینها جلوه های جالبی بوده از مراسم اختتامیه المپیک. امیدواریم که همیشه اتفاقاتی که میفته اتفاقات میمون و شاد کننده ای باشه مثل مراسم المپیک و خوشبختانه علی‌رغم تمام احتمالاتی که داده میشد برای حملات تروریستی به قهرمانان مخصوصاً اسرائیلی در المپیک اتفاقی نیفتاد و نیروهای امنیتی که اونجا مأمور بودن و تعدادشون بیشمار بود وظیفه خودشون رو به زیبایی انجام دادن و به خوبی. من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم. میرویم به دیدار جناب دکتر منصور فرهنگ که در تعطیلات به سر میبرند، در خانه خودشون نیستن و لطف کردن علی رغم اینکه نیستن در خانه این دعوت رو پذیرفتن. سلام میکنم دکتر فرهنگ. سلام بر شما، متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. خیلی ممنونم دکتر فرهنگ. شروع کنیم از مبارزات انتخاباتی در امریکا. چی فکر میکنید؟ یک تحول اساسی توی مملکت در این یک ماه به وجود اومده به این شکل که رای دهندگان دموکرات خصوصا جوانها، یعنی بخشی که بین حدود 18 تا 27-8 سال 18 تا 30 سال هستن، اینها به طور کلی درصد رای دهندگانشون همیشه در انتخابات آمریکا محدوده، همیشه کمتر از 30%. و تنها کسی که موفق شد این درجه رو به شکل قابل توجهی بالا ببره و کلید موفقیت او در انتخابات آمریکا باراک اوباما بود. پس این بسیجی که از رای دهندگان جوان آمریکایی کرد بی سابقه بود واقعا در تاریخ مدرن یعنی آمریکا. امروز هم اینطور که بر مبنای اطلاعاتی که از طریق سنجش افکار بیرون میاد، جوانای آمریکا بسیج شدن، خصوصا زنان، دختران جوانتر در دفاع از کامالا هریس. اینه که سنجش افکار یعنی در واقع اون برنامه‌ای که ترامپ داشت که بیاد فقط به پیری و مشکلات پیری جو بایدن تاکید بذاره و پرخاشگری بکنه و بگه او توانایی این کار رو نداره، در واقع اون برنامه از بین رفته. ولی هنوز پرخاشگری ها و به طور کلی اتهامات و دروغ های دونالد ترامپ در رابطه با این خانم عوض نشده، ولی برای به طور کلی یک به اصطلاح تغییر بسیار امیدوار کننده ای توی رای دهندگان لیبرال و مترقی آمریکایی و حتی بخش هایی که خودشون رو بی‌طرف میدونن، یعنی independent voters. این به نفع بر ضد بایدن این تحول ایجاد شده و همونطور که
بر ضد منظورتون ترامپه. ترامپ، بر ضد ترامپ. و میبینیم که ترامپ عصبانیت او، تشدید پرخاشگری های او، تشدید دروغگویی ها و به اصطلاح صحبت هایی که او داره میکنه، واقعا به جای رسیده که انتقادات حتی از طرف بسیاری از طرفداران او، البته طرفداران سیاستمدار او، که میگن به جای پرخاشگری ها و به جای حرف های به اصطلاح زنند زدن، بد نیست که راجع به موضوعات خاص بحث بکنی، که او مثل این که توانایی و علاقه این کار رو نداره. از نظر او مناظره و مبارزات انتخاباتی یعنی پرخاشگری و قصه های به اصطلاح بی سر و ته گفتن برای مردم. تا چه اندازه طرفداران او بتونن راضی باشن نمیدونیم، ولی همونطور که شما توضیح دادین پیش بینی امکان پذیر نیست. ولی یک اجماعی امروز در افکار عمومی آمریکا و خصوصا کارشناسان به وجود اومده که دونالد ترامپ در وضع ضعیفی قرار داره و کامالا هریس امروز بیش از حدود 50% رأی رو داره و آخرین سنجش افکاری که من دیدم، در حالی که ترامپ حدود 46-45% داره. دکتر فرهنگ، در این لحظاتی که من و شما داریم صحبت میکنیم، خانم کامالا هریس در لارگوی مریلند هستند و جو بایدن همراه ایشون هستند و سخنرانی مفصلی کرد خانم هریس و تشکر کرد از کسانی که حمایتش کردند و شخصیت هایی که در جمع حضور داشتن تک تک ازشون تشکر کرد تا رسید به خود جو بایدن و توضیح داد که خدماتی رو که او در طی سالیان سال که در صحنه سیاست امریکا بوده انجام داده یک به یک برشمرد، گفت فرصت نیست که همه اونها رو من بیان بکنم و بعد جمعیت شروع کردن به شعار دادن Thank you Joe, thank you Joe. متشکریم جو، متشکریم جو. و به اصطلاح تمرکز صحبت امروز رو گذاشتن روی قیمت دارو، مخصوصا برای افراد کهنسال مثل بنده، و آمارهایی رو که بعد جو بایدن شروع کرد به صحبت کردن و آماری رو که ارائه داد که دارویی رو که در کانادا همون شرکت امریکایی که اینجا دارو رو تولید میکنه، همون دارو رو همون شرکت در کانادا بین 35-40% ارزونتر به فروش میرسونه، در حالی که به اصطلاح کهنسالان امریکایی مجبورن 35-40% بیشتر پول بدن. اشاره کرد به اقدامی که کرده برای پایین آوردن قیمت انسولین برای کسانی که بیماری قند دارن و گفت از اول امسال همه افراد، نه تنها به اصطلاح سینیور سیتیزن یا کهنسالان، بلکه تمام مردم امریکا از قیمت‌های کاهش یافته دارو برخوردار خواهند شد، در حالی که در حال حاضر گاهی تا 6000 دلار در ماه دارن پول می در سال دارن پول میدن، حد اکثر پولی که خواهند داد در سال 2000 دلار خواهد بود. حالا باید دید که واقعا این وعده تا چه حد عملی خواهد شد. دکتر فرهنگ، این مسئله، بپردازیم به این که بسیاری از اجازه بیه نقطه ای راجع به این موضوع که فکر میکنم برای ببینید، بین دو حزب آمریکا اگه برگردیم به 100 سال گذشته خصوصا، یک تفاوت اساسی راجع به عدالت اجتماعی هست، یعنی که حزب دموکرات توجه روی طبقه کارگر و طبقه متوسط بوده از نظر منافع اقتصادیشون و حزب جمهوری خواه بیشتر طبقات سرمایه‌دار و طبقات مرفه تر. این یه واقعیتی که در کشورهای اروپا، در تمام کشورهای دموکراتیک ما
ما این اختلاف رو داریم. منتها واقعه ای که در حال حاضر به وجود اومده که این توضیحاتی که شما میدین بسیار مهم هست، ولی بعد نقطه دیگری هم بشه و اون این که در این مملکت و حتی در کشورهای اروپایی یک اختلاف فرهنگی در جامعه به وجود اومده در رابطه با مسئله مهاجری، در رابطه با آزادی زنان، در رابطه با سقط جنین، در رابطه با قانونی کردن همجنسگرایی و به طور کلی مواضعی که مربوط به آزادی های فرده و این آزادی های فرد میتونه با خرافات و سنت ها و رفتار بومی در هر کشوری در تضاد باشه. اینو بیش از هر جای دیگه ما در کشور خودمون شاهدشه. بنابراین خیلی جالبه که امروز دولت، امروز نماینده جمهور دموکرات ها میخوان سعی بکنن که سوالات و به طور کلی مسائل مربوط به انتخابات رو بیارن روی امور اقتصادی و طبقاتی، روی نیازهای مردم، خصوصا پابلیک هلت، ادویکیشن، در حالی که جمهوری خواهان تلاش دارن میکنن که این تاکید رو بذارن روی مهاجرین، روی به اصطلاح به رفتار و کردار و به طور کلی مواضع مترقی دموکرات ها در رابطه با برابری زنان، در رابطه با سقط جنین، در حتی در رابطه با خیلی واقعا جالبه که برای اولین بار تو این مملکت حتی قرص های ضد آبستنی یه ایشویی شده. چرا؟ برای اینکه دست راستی های مذهبی در آمریکا که با دست راستی های ایرانی و مسلمان اینها تفاوت اساسی ندارن از نظر ارزشی، همه اونها دارن از ترامپ اینو خیمات. بنابراین این اتفاقی که امروز در انتخابات آمریکا افتاده شما توضیح میدادین، این یک بعد بی سابقه داره که بسیاری از افراد از ذکر اگر بخوان بر مبنای منافع اقتصادی و طبقاتی خودشون رأی بدن به دموکرات ها رأی میدن، ولی اگه بخوان تحت تاثیر ارزش های مذهبی، خرافات و به اصطلاح اعتقادات مذهبی رأی بدن، میتونن به ترامپ رأی بدن. این یک اختلاف اساسی بین اینهاست و این انتخابات هم در همین دو ماه آینده، سه ماه آینده ای که مونده، بسیاری از بحث و جدل هایی که بین اینها اتفاق میفته، این اختلاف که آیا ما داریم وارد به اصطلاح مناظره فرهنگی میشیم یا مناظره اقتصادی، این سوال بسیار مهمیه که رای دهندگان باش روبرو خواهند بود. دکتر فرهنگ، موضوعی رو که همیهنان ما واقعا منطقا و به حق نگرانش هستند این هست که دموکرات ها رفتارشون با جمهوری اسلامی رفتاری به اصطلاح بوده که بیشتر به مماشات توجیه میشه و تعریف میشه و ادامه به اصطلاح حکومت دموکرات ها رو برای ماندگار ماندن رژیم آدمکش و واقعا واژه‌ای وجود نداره که ما بتونیم پیدا بکنیم که خصوصیات این رژیم عجیب غریبی رو که بیش از 45 سال مردم ما رو اسیر کرده توضیح بده. واژه‌ای وجود نداره. چیه نظرتون؟ ببین، این به نظر من این یه بینش به اصطلاح اشتباهی است که راجع به حزب دموکرات بود. مسئله اینه که یه تقابلی بین ایران، بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره و این تقابل در واقع بخشی از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی شده و توجه داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی در حریم سیاست خارجی خودش سه هدف رو دنبال کرده در این 45 سال. یکی ضدیت و مقابل تقابل با امریکا و اسرائیل، یعنی امریکا و اسرائیل رو دشمن ولایت فقیه دونستن و بنابراین تشدید این دشمنی از طریق تبلیغات و یا دو
از طریق کمک های نظامی به اقتصاد و اقتصادی به نیروهای نیابتی خودشون در منطقه، در عراق، در سوریه، در یمن، در حزب الله خصوصا، در این و این بزرگ. در اینجا دموکرات ها میخوان از اون چیزی که سومین هدف ایران که بی نهایت مهمه هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل، از به صدا توانایی ایران در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای، یعنی که اگر ایران بخواد سلاح هسته‌ای بشه، در اون موقع تبلیغات ضد اسرائیلی ایران در منطقه و به طور کلی کمک نظامی و اقتصادی به دشمنان اسرائیل در منطقه کردن اهمیت بیشتری پیدا میکنه، یعنی مشکل بیشتری برای اسرائیل. چرا؟ برای اینکه نمیتونن به ایران حمله بکنن، عکس العمل ایران میتونه با بمب اتمی باشه. این سه چیز رو ایران امروز هم داره. دموکرات ها به طور کلی سعی میخوان بکنن که جلوی جنگ رو بگیرن، در حالی که دولت نتانیاهو، اسرائیل رو نمیگم، دولت نتانیاهو که امروز سر کاره، سخت علاقمند به ایجاد جنگ علیه ایرانه. هدف اصلی اونها اینه که تأسیسات هسته‌ای ایران و تأسیسات نظامی ایران رو نابود بکنن، که از جهت منافع ملی خودشون، از جهت امنیت خودشون قابل فهمه. اینکه رژیمی که 45 سال میگه اسرائیل سرطانه و بعد نابود بشه، نمیخوان یه همچین رژیمی توانایی ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه. بنابراین این حمله هم که به حماس کردن در اونجا و به طور کلی درگیری هایی که فکر میکنن که اگر بتونن جنگی در ای بین ایران و اسرائیل را بندازن، آمریکا به طور اجتناب ناپذیر به نفع اسرائیل وارد این جنگ میشه. و در اون موقع نه اینکه الزاماً دارن ایران رو تسخیر بکنن یا بخوان رژیم رو عوض بکنن، بلکه توانایی رژیم رو، توانایی نظامی و تدروژنی رژیم رو میخوان نابود بکنن و این توانایی رو دارن، اونتا با کمک آمریکا و اسرائیل، که احتمال داره که بریتانیا یا حتی کشورهای دیگه اروپا هم در این کار شرکت بکنن. برای اونها هم به هیچ وجه نمیخوان ایران چنین توانایی رو داشته باشه. این سیاست خارجی دموکراتاس. جمهوری خواهان دنبال روی حداقل جمهوری خواهانی که به رهبری دونالد ترامپ هست، اینا بدون چون و چرا دنبال روی نتانیاهو هستن و ده حزب دست راستی کوالیشن ائتلاف، دولت ائتلافی نتانیاهو هم سخت خواهان جنگ با ایرانه، اما نه جنگ بین اسرائیل و ایران، بلکه جنگ بین آمریکا و اسرائیل با ایران. دیدیم که حتی همین دفعه نتانیاهو رو دعوت کردن، اومد نتانیاهو. اینه که چه اوباما بود، چه بسیاری از دموکرات‌ها، چه پژوهشگران، شما میتونید موافق یا مخالف باشیم، ولی واقعیت امر اینه که بعد انگیزه اونها رو درک بکنیم. یعنی به دموکرات‌ها فکر نمی‌کنن که اگر جنگی در اونجا در بگیره، این میتونه به نفع به اصطلاح منافع اقتصادی یا امنیتی اونها در منطقه باشه. جنگ در منطقه میتونه به بسته شدن یک تنگه هرمز کشیده بشه، به جلوگیری از صدور نفت برای مدتی کشیده بشه و عکس العملی که ایران میتونه به کشورهای عربی خلیج فارس نشون بده، به عربستان سعودی نشون بده و حتی به احتمال زیاد عکس العملی که حزب الله با داشتن ده ها هزار موشک، ده ها هزار که بخواد به اسرائیل. این سناریو رو شما در نظر بگیرین، تو این خط دارن دموکرات ها فکر میکنن. بر این مبنایی که فکر میکنن، میخوان این مسئله از طریق دیپلماسی حل بشه، از طریق دیپلماسی بتونن برنامه هسته ایران رو مهار بکنن، از طریق دیپلماسی با ضربه زدن به نیروهای نیابتی ایران در منطقه و تحریم اقتصادی گذاشتن رو ایران، یعنی تقلیل توانایی ایران برای کمک های اقتصادی و سیاسی کردن به. دارم توضیح میدم که این موضع اوناست، این نیستش که نسبت به وگرنه جاهز به جمهور دموکرات به همون اندازه ای از فاشیسم حاکم بر ایران نفرت داره و نابودی اون رو میخواد که حزب جمهوری خواه یا من و شما. منتها به دنیای سیاست که میرسه، سوال اساسی اینه که چی امکان پذیره، نه اینکه من چی دلم بخواد، نه اینکه آرزوی من و خواست ایدئال من چیه، بلکه چی امکان پذیره. و
بنابراین نخیر، به هیچ وجه دموکرات ها طرف با کوتاه نمیان در برابر رژیم ایران، در برابر معضلی قرار گرفتن که میخوان این معضل رو تا اونجا که ممکنه موفق نشن و سرانجام کار به جنگ کشیده بشه، هیچ بعید نیست، ولی تلاش اونها چه در زمان اوباما و چه در زمان بایدن این بوده که بتونن با استفاده از دیپلماسی این فاجعه ای که واقعا میتونه برای مردم ایران بیش از هر کشور دیگری مصیبت بار باشه بتونن جلوش از طریق دیپلماسی بگیرن. ممنونم دکتر فرهنگ. گفتگوی داشتم با دوست مشترکمون دکتر بهروز بیات. او چند بار اشاره کرد که نابخردی رو که ترامپ با ملغا کردن برجام انجام داد باعث شد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح اتمی پیشرفت های به سلاح قابل ملاحظه رو داشته باشه و نزدیک بشه به این که بتونه سلاح اتمی بسازه. اجازه بدید اگر موافق باشید ما پیام های بازرگانیمون رو بشنویم، بعد در مراجعه به این موضوع اشاره بفرمایید و سوالات دیگری که خدمتون عرض. بینندگان گرامی با ما باشید. یک وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های GLBiz دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون GLBiz بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به GLBiz آگهی می دهید، همه بینندگان GLBiz با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در GLBiz آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست.
هالووین امسال با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amirytravel.com. بینندگان گرامی، در خدمت سرور گرامی جناب دکتر منصور فرهنگ هستم و صحبت همو با ایشون ادامه میدم. دکتر فرهنگ، چی فکر کنید راجع به همین مسئله رو که من قبل از رفتن با آگهی ها مطرح کردم؟ کاملا درسته. یعنی ایران قبل از اینکه ترامپ از برجام بیاد بیرون، توانایی ایران برای غنی سازی اورانیوم 3.5% بود و تا اون موقع بر مبنای گزارشاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد، هر 3 ماه یک بار می دادن، ایران بر مبنای این گزارشات تخطی نکرده بود. یعنی تعهد خودش رو به این بخش برجام اجرا می کرد. امروز غنی سازی اورانیوم به 60% رسیده و من خودم دانشش رو ندارم، ولی یک وبسایت بسیار مهمی، بولتن آف اتمیک ساینتیست، که اینها به صلاح استادان فیزیکی هستن که به صلاح طرفدار صلح و جلوگیری از امیدشون جلوگیری از تقابل جنگ اتمیه، اون بر مبنایی که در اونجا میخوندن میگن وقتی یک کشوری توانایی غنی سازی اورانیوم 60% داره، رسیدن به 90% موضوعی که به راحتی میتونن انجام بدن. وبسایت چیه اسمش دکتر یک بار دیگه؟ جان؟ اسم وبسایت چیه؟ Bulletin of Atomic Scientist. یه وبسایت بسیار جالبی دارن و این از نظر اطلاعات به طور کلی راجع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاشایی که در دنیا میشه برای مهار کردن برنامه هسته‌ای از جمله ایران، در اونجا تجزیه تحلیل‌های بسیار جالب و علمی راجبش میشه. اونا میگن اگه به 60% برسه، به همین دلیل هم که سخت طرفدار حمایت از برجام بودن و علاقمند بودن که حتی بایدن پذیرفت که برجام رو از نو بپذیره، منتها ایران از بایدن میخواست که تعهد بده که آمریکا نمیتونه خارج بشه بعد از پذیرفتنش برای تقلیل دادن تحریم‌های اقتصادی. ولی برای این کار اون موقع این یک به اصطلاح توافق بین رئیس جمهور و یک کشور دیگه نیست، در اون موقع به اصطلاح یک قانونه، توافق بین‌المللی میشه که سنای آمریکا با 2/3 رأی باید تایید بکنه و 2/3 رأی برای تایید برجام وجود نداشت، برای اینکه جمهوری خواهان سخت مخالف بود. اینه که نتونستن به نتیجه برسن و تا آخر این انتخابات هم که به هیچ وجه به نتیجه نمیرسن. ولی این خطر بود. ولی شخص من اینه که خامنه ای به اینجا رسیده که میخواد ایران رو، جمهوری اسلامی رو، در جهت به دست بردن توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای آماده بکنیم. یعنی خصوصا بعد از این حملاتی که اسرائیل کرده، این بسیار بسیار سخته، مگر اینکه فشارهای اقتصادی و یا تغییراتی که در درون ایران بشه، رژیم بخواد موضعش رو عوض بکنه. ولی در حال حاضر این خطر وجود داره که خامنه‌ای داره به برنامه هسته‌ای ایران، یعنی غنی سازی اورانیوم تا 90% ادامه میده، که البته باز بر مبنای اون نکاتی که من در این بولتن اتمیک ساینتیست میکنم، به تکنولوژی دیگه هم نیاز هست که ایران دنبال اونه با کمک روسیه، خصوصا با کمک کره شمالی. کره شمالی که خودش سلاح هسته‌ای داره و از دانشش اطلاعات و پژوهشگرانی دارن، نزدیکترین کشور دارای سلاح هسته‌ای با ایران.
ممنونم دکتر فرهنگ. یکی از دلایلی رو که ترامپ مطرح کرد برای زیر پا گذاشتن برجام این بود که این قرارداد برجام موقته و بعد از یه مدت مشخصی دوباره جمهوری اسلامی میتونه فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو شروع بکنه. باز اینه که جمهوری اسلامی به این دلیل پاسخ داد به اوباما سخت‌ترین و وسیع‌ترین تحریم‌های اقتصادی و علیه ایران رو تصویب کرد و همینطور کشورهای اروپایی. و نه تنها اون، بزرگترین موفقیت اوباما این بود که تونست روسیه و چین رو متقاعد بکنه که بیان به برجام رای بدن. بنابراین اگر موضوع اینه که وقتی تا اون تموم بشه، نه اینکه اون اهدامه تموم شده، نه اینکه در اون موقع از اون موقع بعد اروپا و آمریکا و روسیه و چین آماده پذیرفتن ایران به عنوان کشوری که بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، به هیچ وجه. یعنی هر اهدامه ای که خصوصا اهدامه ای که به سر جنبه بین المللی به اون شکل نداره، بین دو دولتی که دولت آینده میتونه عوضش بکنه، تغییرش بده، اینه که میتونن محدودیت زمانی براش قائل میشن. محدودیت زمانی قائل میشن که مطمئن بشن هر طرف داره بر مبنای تعهدات خودش عمل میکنه. بنابراین این میتونه ادامه پیدا بکنه و آمریکایی ها و اروپایی ها و چین و روسیه و انگلستان و فرانسه و آلمان که این رو تایید کردن، همشون متحد بودن بعد از اینکه این دوره تموم میشه به ایران از طریق دیپلماسی یا از طریق فشارهای اقتصادی و تحریم‌های وسیع بین المللی ایران رو وادار بکنن دقیق همون کاری که دفعه اول کرد. ولی الان به کجا کشیده بشه؟ اگه واقعا ترامپ بخواد در این انتخابات برنده بشه، جنگ کم و بیش اجتناب ناپذیر میشه. دکتر فرهنگ، در حالی که چند کشور از جمله مصر، قطر، امریکا و پاره ای از کشورهای اروپایی داشتن به این به اقداماتی که میکنن و تلاشایی که میکنن برای آتش بس و متوقف شدن بمباران های بی امان نوار غزه توسط شخص نتانیاهو، به اصطلاح یک امیدهایی بود به خاطر فشارهایی که روی نتانیاهو بود که مردم و خود اسرائیلی ها با تظاهرات پیگیر میخوان ازش که کاری بکنه که گروگان ها آزاد بشن. همزمان بعد از این جریان کشته شدن هنیه به حاشیه رفته فعلا، ولی هنوز میگن که این امید وجود داره که این تلاشا به نتیجه برسه. شما نظرتون چیه؟ به آیا واقعا میشه آماری رو که حماس منتشر میکنه از تعداد کشته شدگان قبول کرد یا یه مقداری اگزاجره درش میشه؟ بیمارستان هایی که از این به صلاح کشته شدگان و کودکان که به کارشون به بیمارستان زنان و کودکان، 70% اینها زنان و کودکان هستن. فقط هم خود حماس نیست، بسیاری از این بیمارستان ها به صلاح از طریق به صلاح ناظرین بین المللی اداره میشن. الان نیروهای حماس در هیچ یک از این بیمارستان ها نیستن. در این بیمارستان ها نیروهایی که اونجا هستن یا داوطلبانی هستن، Doctors Without Borders، پزشکان بدون مرز، و یا تشکیلات سازمان ملل متحد و از کشورهای دیگه اروپایی هم داوطلبانی هستن که به اونجا رفتن. وگرنه حماس در این بیمارستان کوچکتری نقشی نداره. آقای دکتر معذرت میخوام بین صحبتتون، ولی نتانیاهو و اقداماتی رو که میکنه، توضیحی که میده، میگه که بسیاری از مامورین سازمان ملل دارن با حماس همکاری میکنن. نه، در گذشته، این به نظر من خود سازمان ملل متعهد در گذشته، نه امروز، در گذشته، چون تعداد کسانی که برای سازمان ملل متحد بسی کار میکردن فلسطینی های مقیم نوار غزه بودند و اینا کارمندان سازمان ملل متحد نبودند، بلکه افرادی بودند
که این The Humanitarian، این تشکیلات بشر دوستانه سازمان ملل متحد که در نوار غزه فعال بودن یا در جاهای دیگه در بعضی از یعنی گروه های داوطلب هستن، اینا نه داوطلب نیستن، اینها به اصطلاح فلسطینی هایی هست که در اونجا به عنوان کارگر استخدام شدن که هیچ بعید نیستش که تعدادی از این افرادی که استخدام شدن اینها با حماس همکاری میکردن. حالا هرچند تردیدی نیست که همچیزی وجود داشته، ولی واقعیت امر اینه که اکثریت قریب به اتفاق مردمی که در نوار غزه زندگی میکنن اونها با حماس حمایت از فعالیت های نظامی حماس حمایت نمیکردن، ولی امروز طوری شد. ولی اون چیزی که مردم علاقمند باید بهش توجه داشتن، نتانیاهو یکی از کسانی بود که از حماس طرفداری میکرد. نتانیاهو یکی از کسانی بود که از قطر میخواست به کمک‌های مادی و اقتصادی خودش رو به حماس ادامه بده. چرا؟ برای اینکه فکر میکرد بهترین راهی این که بتونن بین فلسطینی‌ها تفرقه بندازن، شکاف بندازن بینشون و در واقع نیروهای طرفدار صلح، مسالمت و ضد خشونت محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطین رو تضعیف بکنن، اینه که بیان حماس رو به عنوان معرف فلسطینی ها بیارن. یعنی در خود اسرائیل، در کنست اسرائیل این سخنرانی رو کرد. بنابراین همه خود فلسطینی ها و همینطور که و حتی فلسطینی ها هم یک بار به حماس در نوار غزه رأی داده بودن. یه واقعیتی به هر حال 7.5 میلیون یهودی، 7.5 میلیون حدود 7.5 میلیون یهودی یا فلسطینی در این منطقه زندگی میکنن و اینها واقعیت امریک تا زمانی که اینا نتونن به نتیجه برسن که چجوری میتونن همزیستی بکنن، این جنگ ها ادامه داره. در پاسخ به سوال شما و موضع اسرائیل باید بگم که در گذشته، یعنی در این جنگ های متعددی که از سال 1948 تا امروز اسرائیل با کشورهای عربی و یا فلسطینی ها داشته، در مدت کوتاهی اسرائیل موفق شد و طرف مقابل مجبور به تمکین و پذیرش به عنوان باخت قبول کرد جنگ. این برای اولین باره که اسرائیل داره با یه گروه فلسطینی می جنگه و اسرائیلی ها کشته شدن، فلسطینی ها کشته شدن و این هنوز نتونستن حماس رو وادار به تمکین و به طور کلی پذیرش شکست بکنن. نتانیاهو هم از اولی که این جنگ شروع شد گفت هدف ما شکست و تمکین حماسه و این اتفاق نیفتاده و بسیار بعیده که این اتفاق بیفته. بنابراین تنها راه این که به این فاجعه بتونه خاتمه پیدا بکنه، چه برای مردم اسرائیل و چه برای فلسطینی ها، اینه که بشینن و از طریق دیپلماسی، یعنی تلاشی که آمریکا و اروپا و روسیه و چین دارن میکنن سالها، دست راستی های حماس و نتانیاهو یک امر مشترک با هم دیگه داشتن: ضدیت با صلح، ضدیت با همزیستی مسالمت آمیز دو کشور اسرائیل و فلسطین. در حالی که طرفداران صلح در اسرائیل و طرفداران صلح در بین فلسطینی ها، اینها در واقع مورد رد و طعن و نفرین هم دست راستی های اسرائیل و هم تروریست های فلسطینی بودن. و خیلی جالبه، این از اون فاجعه هایی که دست راستی های هر دو طرف برای جلوگیری از حل و فصل مسالمت جویانه این مسئله که از جنگ دوم جهانی تا حالا ادامه داره، به تو در گذشته با همدیگه به طور تلویحی همکاری میکردن، منتها اون همکاری به جای رسید که حمله به اسرائیل بود و این ماجرا، یعنی طرفین مقصرن. در خود اسرائیل طرفداران صلح هستن، منتها حس انتقام جویی در اسرائیل ایجاد شده بعد از کشته شدن 1400 نفر و گرفتن این گروگان ها که این دولت ائتلافی داره از این حس انتقام جویی مردم که قابل فهمه، یعنی هدف به حمله تروریستی حماس به اسرائیل یک حس انتقام جویی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده که این به ضرر طرفداران صلح و طرفداران مذاکره تموم شده و این فاجعه ادامه داره تا زمانی که مذاکره بین طرفین
برای حل مسالمت جویانه مسئله مورد قبول طرفین باشه. دکتر فرهنگ، هارت و پورت ها و تهدیداری که بعد از کشته شدن هنیه در قلب تهران، در امنیتی ترین نقطه تهران صورت گرفت و تهدیداتی رو که خامنه ای کرده، تا چقدر جدی میبینید و آیا ممکنه تأخیر باشه ولی انجام بشه نهایتا؟ واقعیت امر اینه که مثل رژیم ایران که رژیم شبه فاشیستی، واقعا اینه که ادعاهایی که میکنن و تهدیداتی که میکنن ارتباطی به توانایی نظامی و سیاسی اونها نداره. بنابراین وقتی مورد حمله قرار میگیرن، یا مثل جنگ ایران و عراق، و یا اومدن گفتن عربستان سعودی بدترین کشور دنیاست، به دو بار رفتن به سفارت خونه عربستان سعودی حمله کردن، به سفارت انگلیس حمله کردن، به سفارت آمریکا که گروگانگیری که این هم نه پیامدهای اینها تقابل بین این کشورها به اونجا که میرسید، ایران نه نظر اقتصادی نه نظر نظامی توانایی داشت که پاسو. امروز هم همین خامنه ای خیلی موضعی که گرفته میگه که تأخیر انداختن انتقام گرفتن از اینها مورد رضایت خداونده، یعنی در تمام مواضعی که گرفته در این مشکلاتی که پیش اومده، یعنی ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل بخشی از هویت خامنه‌ای و نظام ولایت فقیه شده. وقتی بعدی به تقابل میرسه که یک طرف توانایی نظامی داره، خامنه‌ای سکوت میکنه و یا مواضع دو پهلو میگیره، برای اینکه توانایی عکس العمل نشون دادن به اسرائیل رو ندارن، برای اینکه اگر بخوان بدن میدونن که جنگ اجتناب ناپذیره، آمریکا هم میاد و این اشتراب ناپذیری جنگ 100% به ضرر اونهاست. اینه که رژیم ایران یک رژیمی است که از نظر تبلیغاتی و از نظر ادعاهایی که میکنه یک رژیم فاشیستی تندروه، ولی به عمل که میرسه فقط توانایی رژیم در کشتن مردم داخل کشوره، در کور کردن تظاهرات داخل کشوره، در خارج که میاد با دادن پول، با دادن نظامی میتونه نیروهای نیابتی در عراق و سوریه و یمن درست بکنه، ولی اینها جز ایجاد بحران نقش دیگری ندارن و این فاجعه بار برای اقتصاد ایران و برای پرستیژ ایران. اینه که ما با یه رژیم فاشیستی در ایران سر و کار داریم که کوچکترین توجهی به منافع ملی ایران نداره، ولی میخواد این تصویر رادیکال و تصویر امتسازی رو که از خودش داره اینو حفظ بکنه، و حفظ کردن اون یعنی برخورد با نیروی نظامی اسرائیل یا آمریکا یا دیگر کشورها که اون موقع واقعا جنونه، یعنی مجانین و اریکه قدرت بهترین به اصطلاح توضیحیه که ما میتونیم راجع به خامنه‌ای، راجع به این نظام فاشیستی بدیم. هیچ ارتباطی با منطق و منافع ملی ایران نداره. دکتر فرهنگ، در تایید فرمایشاتتون، یکی از این آخوندهای منبری جمهوری اسلامی توی این نمازهای جمعه که یک دستاویزی شده برای جمهوری اسلامی و مستقیما آنچه را که میگن از شخص خامنه‌ای دستور میگیرن، میگوید که این تأخیر افتادن حمله به اسرائیل دلهوره به وجود آورده در اسرائیل و ما میخواییم این دلهوره تا یه مدتی وجود داشته باشه تا بعد نهایتا ما کار خودمون رو انجام بدیم. اینم یکی از اون به اصطلاح بلوفایس که اینا میزنن یا توجیهات. از اون به اصطلاح جالبتر به نظر من امام جمعه اصفهان. بله. امام جمعه اصفهان گفته که خشک شدن زاینده رود به دلیل اینه که عده‌ای از زنان اونجا بدون حجاب در کنار این رودخونه راه رفتن. بله. اینه که به هر حال وقتی در برابر بغرنج، در برابر به اصطلاح پارادوکس اینا قرار بگیرن، یه حرفای احمقانه میزنن که بیشتر جنبه جوک داره تا واقعیت. دکتر فرهنگ، بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاسگزارم. مثل همیشه از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و خب معلوم هست که
از امیر شهرتی که همواره یار و یاور من بوده در اجرای برنامه ها. در این فرصتی که به پایان وقتمون باقی مونده، ضمن خداحافظی با آقای دکتر فرهنگ، توصیه میکنم واقعا همونطور که بارها در برنامه هم عنوان کردم، آثار به اصطلاح رسانه های نوشتاری، دیداری و شنیداری موجه و وطن پرستی رو که تعدادشون هم کم نیست حمایت بکنیم، از تفرق اندازی و اینکه بخوایم اگر که روزنه از امید باز میشه گول مأمورین جمهوری اسلامی رو که همه جا حضور دارن، همه جا حضور دارن و به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی خودشون رو جا میزنن، گول اینها رو نخوریم. اینها همه جا فعال هستن، دیدیم فعالیتاشون رو در اروپا، دیدیم در مریلند، دیدیم در لندن، دیدیم. و این است که حمایت از این رسانه ها که تنها به اصطلاح شاهراهی هست که میتونن تلاش های مردم ایران رو، ملت ما رو، ملتی رو که ستمی رو بهشون روا داشته شده و داره بر علیشون هست، به خصوص زنان و دختران جوان ما، متوقف بکنن. اینها به هر حال انعکاس بین المللی داره، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، همونطور که عرض کردم باز رسانه های موجه. نگذاریم که جمهوری اسلامی از این طریق بتونه که اخلال بکنه و این روشی رو که سالها داشته ادامه بده. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما.